بچه یادتونه و تویزو کلن تحریم کرده بودیم؟ گویا برام درس عبرت نشد چون دوباره رفتم و تویز سفارش دادم. مثل همیشه قیمتشو یادم نیست ولی همین الان بهتون میگم چنده. قیمت مجموعه 7 عددی My Little Pony از تویز 316,000 تومنه، ولی مثل اینکه آب خورده بوده از 376,000 تومن. حالا نمیدونم من 376 گرفتم یا 316 گرفتم، دقیقا نمیدونم کدومشه، ولی خب یه چنین قیمتایی داره. یعنی میشه گفت 320 و یا 380 دیگه. من چقدر به خودم زحمت دادم که این عدد رو بخونم. عملکردش توی دیجیکالا به شدت ضعیفه و اکثر کامنت ها هم اینجوری هن که عالی، گوگولی، بد نبود، پس چجوری خیلی ضعیف گرفته. احساس میکنم که خود سازنده اومدن کامنت گذاشتن. خلاصه بریم ببینیم کامنت ها درست میگن یا اون خیلی ضعیفه. واسه این ووتویزا قیمت های یه میلیونی و اینا هم داره، ولی من طبق تجربه چون میدونستم توش آتاش قاله گفتم همین هفتاییاشو بگیرم که تازه از سرشون هم زیاده. حالا بیایید خوشبین باشیم. خب مثلا بیایید برای حتی خودشون هم مخالفن، باشه سعی میکنیم خیلی هم خوشبین نباشیم، ولی بیایید مثلا بگیم حداقل 5 از 10 رو میگیرن. اوکی، با اولین شانسی امروز شروع میکنیم که بچه سنگین میزنه ها. بریم ببینیم وصله داخلش هم خوبه یا نه، که بچه ها به جورایی توی اولین ووتویز برامون الاله فیک در اومد، غیر قابل باور انصافن. اینا رو توی بیرون حداقل 100,000 تومن میفروشن. اولین چیزی که برام در اومد انقدر خوب بود که یه جورایی پشیمون شدم که تحریمش کردم برای مدت طولانی، و اگه همینجوری خوب بخوام بیش برم من بیشتر ووتویز میخرم. ببین اگه خوب باشن واقعا انقدر خوب باشن. ببین و بذار اینجوری بگیم، اگه امتیاز بالای 7 ازمون بگیرن مجموعه کل اینا، من یکی دیگه هم سفارش میدم و آنباکس میکنم. ولی اگه نه امتیاز کمتر از 7 گرفت، حالا 6.5 هم گرفت اشکال نداره، ولی دیگه 6 به پایین گرفت کلا دیگه نمیخریمش. ولی اولی که واقعا خوب بود و یه جوری احساس میکنم که مثلا 40% پولم الان برگشت. واقعا واقعا یا الول خوشگلی هم از تازه، موهاش سفید اکلیلی نیست ولی لباس بامزه‌ای هم داره و به طور کلی اولی خوب بود. بریم سراغ دومی که بچه اینم سنگینه، باورم نمیشه، جدی احساس میکنم که قراره امروز خوب پیش بره. این چیه؟ شانسی تو شانسی بچه ها، عجیبه. نوشته بازی و سرگرمی سری 2 ووتویز. ببین دقیقه یک گل یک احساس میکنم خوب دارن انگار پیش میرن. او این توش لگو مگوه بیا. آره لگو و اینا گذاشتم. میشه گفت چیز متوسطیه، یه عالمه از این آجرای لگو دارم من الان. اوکی بریم سراغ سومی. تا اینجا امتیاز دادم به نظرتون؟ به این لوله که قشنگ میخوام 10 از 10 بدم، به این لگوها میخوام 6 از 10 بدم. بذار امتیازها رو یادداشت بکنیم که بعد با هم دیگه جمع بزنیم. خب اول از همه که بچه اگه در نظر بگیریم که من با 380 در نظر میگیریم، با تخفیف در نظر نمیگیریم، 380 تومن بود، خب تقسیم بر 7 میکنیم، یعنی هر کدومش 54,000 تومنه. میگیم 55، اصلا میگیم 50 تومن، اصلا ما تخفیف میدیم این بار، میگیم هر کدومش 50,000 تومنه. اولیو که واقعا 10 از 10 بهش میدم، دومی و لگو چیز خیلی بدی هم نیست ولی 6 به نظرم اوکیه. بریم سراغ سومی. سومی هم بچه سنگین میزنه، از تمام اینا هم فرش My Little Pony. این هم بگم وای ببخشید، برید از تو کادرم بیرون. بریم سراغ بعدی که یه داره روی واقعیشو نشون میده ووتویز، و داخلش یک عدد میمونه که برای زیر 3 سال مناسب نیست. آقا میمونه قراره چیکار بکنه برامون؟ مثلا رو میگیره یه بار دیگه، یه بار دیگه چقدر اسکلتون رو میره، ولی خیلی اسکلی رو میره بچه ها. آقا با من زست داری 50 تومن برای این؟ نه. به سومی میخوام امتیاز 5 بدم. بریم سراغ شانسی شماره 4. این اصلا صدا نمیده بچه ها، اینقدر که سنگینه. جدی گوش کنید، هیچ صدا، صفر. و وسیله که داخلشه یک عدد توپ و این چیه؟ نظر خفاشه. او نه دایناسوره، یه دایناسور باحال که اینجوری دست و پاش باز میشه. یه دونه توپ هم براش گذاشتن که حوصله‌اش سر نره. یه جورایی ما دخترانه گرفته بودیم، ولی دلیل نمیشه که دخترا دلشون دایناسور و اژدها و اینجور چیزا نخواد. این میره تو هیته اژدهاها، نمیره توی هیته دایناسورا فکر کنم. شاید هم میره توی هیته دایناسورا.
بذار یک دور مرور بکنیم. اژدها افسانه‌ای‌ان، از توی دهنشون آتیش در میاد. دایناسورها مال ماورای نه ما قبل تاریخن و افسانه‌ای نیستن. مدارک و شواهدی براشون موجوده. فکر می‌کنم برای این برادر هم مدارک و شواهدی موجوده. پس بهش میگیم دایناسور. یه دایناسور داریم که توپم داره. اوکی، این به نظر بد نمیومد و میخوام بهش 50 تومن بازم واقعا برای این من حاضر نیستم بدم. ولی بهش امتیاز 6 و نیم میدم. یعنی واقعا بیشتر 6 و نیم دیگه نمیتونم. از قلبم اجازهشو نمیده بهم این کارو. جمله بندی فقط. بریم سراغ پنجمین شخصیت وکیلمون که بازم صداش خیلی کمه و سنگینم میزنه. خدا وکیلی چقدر آپدیت کرده خودشو و وتویز. تو کامرا که بهش پشت دادیم یکم ناراحت شد. اوه اینا نگاه بچ. خدایو چرا خب پاره میفرستیم؟ بچه ها توش یه عالمه مهره‌های بازی وجود داره. کلی مهره بازی داریم بچه ها. آقا یه دور لگو بهمون دادید دیگه. دوباره مهره بازی خیلی بد جنسیه. میگم که به خدا همون دقیقه یک گل یک بود. بقیهش دیگه کلن داره چرت و پرت پیش میره. به این یکی هم میخوام 6.5 بدم و واقعا میشه 6.5 نمیتونم. ششمین شانسیه و تویزمون که بازم صدا نداره. آه خب امروز دیدیم که صدا نداشته باشه همچین هم نشونه خوبی نیست، چون توجور از اینا در میاد یا از اینا. اوکی دوباره بازی برامون در اومده. همه چی جورایی بیش از حد پلاستیکیه. این از این بازی ها هست، این سیستک ریز ریزا که باید هم دیگه بچسبیم میتونه اینا. و این هم قراره به همون یه توپی بده که در این حال میتونه یه قلک بشه و من اینو میلیارد ها بار قدیما به دست آورده بودم. یعنی دیگه تو شانسی از اینا نمیذارن دیگه. دارم خیلی دست داد بازنم چون نمره میدم. میخوام به این یکی امتیاز 4 رو بدم. فکر کنم که 4 خیلی امتیاز خوبیه براش دیگه. واقعا داره میره تو پلاستیک. فقط آخرین و تویز امروزمون که سرنوشت دست ایشونه بچه ها. صدا میده یکم، سنگین نیست، پس میتونیم بگیم که احتمالاً چیز خوبی هم قرار نیست که باشه. 1 2 یه جفت گوشواره پاپیونی به مدت و یک عدد بازی پلاستیکی با طرح انگلی برد. از این که فکرم خوشحاله. اوکی همین الان قطعاتش داره کلن میریزه و احساس بکنم که اصلا شکسته در حقیقت، چون این فکر بکنم که این فیلم ها که باید به این وصل باشه به طور پلاستیکی این تیکش، ولی شکسته. به این یکی میخوام فقط به خاطر این گوشواره امتیاز 2 رو بدم. جمع امتیازمون شد 40 بچه ها که وقتی تقسیم بر 7ش بکنیم جمع امتیازه ما میشه 5.7 که یعنی دیگه قرار نیست و تویز بخریم. زیر 6 گرفت بچه‌ها. قرار بود اگه زیر 6.5 بگیره دیگه کلا بی خیالش بشیم. ولی خب میدونم که من قرار نیست درس بگیرم و احتمالاً یکی دو سال دیگه دوباره برم و بتوز بخرم و دوباره قرقر بکنم که اینا چی بود دیگه. تنها مهره برنده امروزمون این الاله بود که فیکم بود البته. نمیدونم بچه‌ها قضاوت با شما، به نظرتون ارزش خرید دارن اینا یا نه. اگه میخواهید من یه دور به صورت سری از نزدیک نشونتون میدم. اگه دوست ندارید ویدیو رو بزنید جلو که برسیم به پارت انتخاب کامنت. خب بیا که دونه دونه تمام وسایل رو با هم دیگه چک بکنیم. اولش که این توپه بود، ساختنی بود و فکر کنم در نهایت قلک هم بشه. بعدم این لولو داریم که موهای سفیده، لباسش بامزه است، کفش و این جور چیزا نداره، اما خب کیو در ادامه میرسیم به این دایناسورمون که خیلی بامزه است. هم جمع میشه هم باز میشه. بعد چا وقتی جمعش میکنی دستای کوچولوشو میذاره جلوی چشاشو، خیلی بانمک میشه. انصافاً ایده پردازی اینه کیو خیلی دوست داشتم. بعد بریم سراغ میمونمون که کوکیه و کلی از این آجر ساختنیا و همینطور انگری بردزمون که متاسفانه دستش شکسته. یه گوشواره کرمی رنگ به طرح پاپیون یا پروانم داشتیم. یه بار دیگه بازی از این چسبونکیا، بازم بازیای ساختنی. لایک کردن ویدیو یادتون نره و برگردیم بریم اون طرف ویدیو. کلی ازتون ممنونم که ویدیو اینجا نکردید. کامنت هایی که این سری انتخاب کردم و بچه ها توی ویدیوی دیگه لطفاً لایک و کامنت و سابسکرایب بزنید. بلم یادتون نره. خدا نگهدار. چجوری گفتم سابسکرایب